سلام ارادت، وقتتون بخیر باشه. من محرزه کریمی هستم. این قسمت جدید برنامه صندلی داغ روبیکیه. یک مهمون خیلی 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 ویژه داریم که خیلی تو این 7-8 ماه کامنت گذاشته بودین، اسمش رو گفته بودین و خب اکثرتون میشناسینش، حالا چه به واسطه خود روبیک، چه به واسطه محتوا یا چه به واسطه فروشگاه‌های مختلف روبیکی. قبل از اینکه بریم سراغ مهمونمون، سال نو رو خیلیتون تبریک میگم، چون قطعا این ویدیو رو تو سال 1402 میبینید، تو عید دارید میبینید. سال نو رو خیلی تبریک میگم، امیدوارم که سال خیلی خوب رو داشته باشین، بهترین اتفاقا براتون بیفته. و امروز مهمون ما آرش مسلحجوی عزیز هستش. آرش سلام، خیلی خوش اومدی. سلام آرش مسلحجوی، خیلی خوشحالم که با محمدرضا تو این ویدیو همراه شما هستیم. امیدوارم که ویدیو جذابی بشه، خوشتون بیاد، کیف بکنید. منم سال نو رو بهتون تبریک میگم، هم چه به کیوبرای عزیز، هم به همه بیننده های این ویدیو. خیلی خوشحالم که بعد از فکر کنم 6-7 سال داریم پشت میز نشستیم و جلو دوربینیم دوباره با هم. خب خیلیاتون از رزومه آقای مسلحجو میدونین، خب خیلیاتون هم به واسطه فروشگاه روبوت تایار میشناسینش. حالا بچه‌هایی که به واسطه فروشگاه میشناسن، این ویدیو خیلی چیزای عجیب غریبی می‌خوایم بتونشون بدیم و کلاً یه ویدیو متفاوته با تمام صندلی داغایی که داشتیم. دیگه قراره هر چی از کریر آقای مسلحجو هست رو بریزیم بیرون و یه خاطره بازی 12-13 ساله بکنیم با کلی تجربه. خب بریم سراغ سوالات. آقای مسلحجو، یه بیوگرافی کلی از خودتون میدین؟ بیوگرافی کلی سال تولد و من آرش مسلحجو هستم، متولد 17 مرداد ماه 1364 در تهران، اصالتاً هم تهرانی هم. تحصیلاتم در ایران مهندسی عمران بوده، البته من اخراجی دانشگاه هستم و بعد از مهندسی عمران مهندسی شبکه‌های کامپیوتری خوندم خارج از کشور، ولی برگشتم ایران و خب مصادف شد برگشتنم با آشنایی با مکعب روبیک و استارت همین کار روبیک و روبیک داتایا. خب همین آشنایی با روبیک چجوری اتفاق افتاد؟ کجا اولین بار دیدین؟ کجا اولین بار علاقه مند شدین؟ چی شد اصلا خواستین یاد بگیرین؟ سال 87 بود دیگه، 1387. من خیلی اتفاقی دم مترو دیدم و یاد زمانای بچگی خودم افتادم. خب من پدرم با روبیک بازی میکرد. خدا بیامرزشون. مرسی، خدا رفتگان شما رو بیامرزه. من پدرمو اول کرونا متاسفانه از دست دادم. و خدمتتون عرض کنم که رفتم خونه با همون روبیک کردم، مترو خریدم و به بابام گفتم که اینو هنوز بلدی، یه سطحشو درست کرد، ولی خب دیگه یادش نبود بقیه‌اشو. یعنی همون سطح اولو فقط تونست درست بکنه. اینترنت هم که اون موقع خب 1387 خیلی ضعیف بود، اصلا چیزی نبود، دقیقاً چیزی نبودش. دیگه از مهمونیای عید 88 بود فکر میکنم که من خونه عموم اتفاقی دیدم روی میز نارخوریش روبیک هستش و بهش گفتم که بلدی حل بکنی؟ گفتش که آره یادمه. گفتم منم یاد بده. گفت باشه بیا یادت میدم. اینجوری میکرد حل میشد و اصلا یاد دادنی وجود نداشتش. من خیلی سعی کردم با فیلم برداری و کند کردن تصویر یاد بگیرم، ولی بازم آنچنان نشد. خلاصه تقریبا یه هفته طول کشید. دوتا کتاب ریاضی همون موقع دیوید ساین مستر که میشناسی کتابش، رو یکی از کتاب قدیمی آموزش حل روبیک هستش، آفرین، این کتاب خیلی قدیمیشو پدرم داشت، 4-5 تا کتاب تو این زمینه داشت. خلاصه خوندم و توی اولین حلم هلوش 10 دقیقه و 30-40 ثانیه‌ای طول کشیدش. یه دو سه دورم دور خونه زدم و اینجا شدش که واقعا علاقه من شدم دیگه. از اولین حل به بعد علاقه من شدم. الانم حالا کسایی که روبیکو یاد میگیرن خیلی سواله که خب یاد گرفتین، حالا فکر ادامه قضیه نیستن و حالا خیلی از بچه‌ها در جریان نیستن. آقای مسلحجو به جرأت میتونم اینو بگم که اولین مروج مکعب روبیک تو ایران بودن دیگه. یعنی اینو نه تنها من بلکه همه میتونن اینو گواه باشن. خواستن چی شد که به فکر این افتادین که اینو گسته، اصلا چرا وارد این هیته بشین؟ خب یه سری موقعیت‌ها رو گذاشتین کنار، خواستین وارد این هیته بشین و با اینکه حال الانم که اینقدر پیشرفت کرده، باز اون چیز نیستش که این رو به عنوان یک فعالیت خاص بدونن، اینو سایت میدونن دیگه. چی شد که شما اولین نفری بودین که اینو تارگت اصلی گذاشتین در واقع دیگه؟ جورت میکنن سمت فعالیت تو این زمینه. ببین، من خب چون خارج از کشورم تحصیل کرده بودم، احساس میکردم که جای فکر کردن تو کشور ما خیلی خالیه. یعنی واقعا این موضوع برام خیلی اهمیت داشتش که چرا
مردم ما آنچنان فکر نمی کنن و احساس کردم که این چقدر می تونه به فکر کردنشون کمک بکنه. ولی خب قسمت دوم قضیه تشویق خود آدم های دوروبرم بود. ببین موضوع تقریبا الان مال 13-14 سال پیشه دیگه. اون زمان وقتی من روبیکو حل می کردم، هر جایی که این اتفاق می افتاد حداقل 10-20 نفر دورم جمع می شدن و خیلی دوست داشتن یاد بگیرن. بعد هی میگفتم به ما یاد بده، بعد من میگفتم که خب باشه یاد بده، بعد خودشون هم پیشنهاد میدن به ما یاد بده، مثلا یه بستنی بهت میدیم، به ما یاد بده، حالا اون موقع میگفت بلیت مترو تو حساب میکنم به ما یاد بده فلان میکنم. بعد منو هی مینداختن ترغیبم میکردن که واقعا آموزشش رو انجام بدم. خیلی برام جذاب بود این موضوع که وقتی من آموزشش رو شروع کردم به مردو در قبالش پول دریافت میکردم و خب احساس کردم که دوتا بطن جذاب زندگی رو در بر گرفت. یکی این که میتونستم ازش پول در بیارم، یکی همین که بحث فکری بود. حالا از اون طرف به قول تو اعتماد به نفس، 10 نفر آدم دورت جمع میشدن، دست میزدن، کیف میکردن باهات، عکس مینداختن باهات، بعد اصلا شرط میبستن، میگفت اصلا امکان نداره حل بشه. حالا اون موقع حالا بعدیش این بود من سرعتم بالا نبود، بعد مثلا میگفتش که ببین تو اگر بین این دوتا ایستگاه مترو حل بکنی من مثلا فلان کارو میکنم. منم نمیرسیدم، 2-3 دقیقه بود ولی من 10 دقیقه طول میکشید تا حل کنم. بعد خب حالا احتمالا خیلی ها کیوبرن میدونن، مثلا به ساعت زرد که میرسیدم من اون زمانا نمیدونستم جهت دست مهمه، بعد زردو که اویلل میزدم 20 بار میزدم، آره هی میزدم هی تویست میشد، آزمون خطا میکردیم، بعد مثلا میگو دیدی نتونستی، بعد پیاده میشدم مترو. ولی خب اینا واقعا باعث شدش که هی ترغیب شدم به این موضوع. مخاطبای الانتون به خصوص شما رو با برند روبیکو تایر میشناسن که مثل بچه تون میمونه و مخاطبای قدیمی شما رو با برند ایران پازل میشناسن. ایران پازل اولین برند شما بود و ایران پازل چجوری استارت خورد، چجوری شروع شد؟ ببین موضوع جدی تون خیلی ریسک بود توی اون سالهایی که این قضیه اصلا حتی معرفی نشده بود، چه بهش جا افتادن. آره. چی شد که این ریسک رو کردین و ایران پازل رو استارت زدین؟ آره و تو از عقبه این موضوع هم خبر داری. ریسکش یه قسمت بزرگش این بودش که من استخدام یک شرکت خصوصی شده بودم و مهندس شبکه بودم در بانک تجارت. خانواده هم که عشق استخدام. بله، بعد من حقوقم سال 86 که 87 که من توی بانک بودم 1,200,000 تومان بود. این عدد برای 14 سال پیش عدد بسیار بسیار هراید اون موقع مثلا 2-3 تومان بود دیگه، مثلا با یه ماه 2-3 نبود 6-700 اینا بود، ولی من مثلا دقیقا یادمه واقعا با هر ماهش یه کار جدی میکردم، واقعا با هر ماهش یه کار جدی میکردم و ماشینم مثلا داشتم و من اون 1,200 رو داشتم به خیال میشدم استعفا میدادم بیام یه کاری که به قول تو اصلا آیندهش مشخص نبود، هیچی نبود و دقیقاً نه کسی بود راهنمایی کنه، نمیدونستیم چه خبره، هیچیش مشخص نبود دیگه. خیلی مخالفت خانواده که به شدت زیاد بود و من حتی یادم ازدواج که کرده بودم تو دوره نامزدی، خب ما پولی در نمی آوردیم اون موقع، یادم پدر همسرم یه بار نشست کنارم گفتش، حالا بنده خود نمیخواستم به مثلا چیزی بگه، گفت شما به نظرت هم کارمند بودی بهتر. آره اوایل مثلا زندگی مشترک ما بودش. ببین ایران پازل ایدهش اینجای شکل گرفتش که من همچنان توی بانک بودم ولی هنرجو داشتم، یعنی به واسطه اینکه سالها مدرس کامپیوتر بودم میدونستم که تدریس میتونم انجام بدم و اومدم یه تراکت های خیلی کوچیک چاپ کردم، حالا میدم تو ویدیو بهشون نشون بدید، دارمش. 1,000 تومان دادم 1,000 تا تراکت چاپ کردم، تراکت های آشیش 1,000 صورتی ها خودش خیلی قدیمیه اینا رو یادشه، 1,000 تومان دادم، بعد ریختم تو کوله پشتی شروع کردم تو منطقه 1 و 2 تهران که احساس میکردم وضعشون بهتره پخش کردن، اگه اشتباه نکنم زدم 10,000 تومان، یعنی گفتم مکبر رو درس میدم 10 تومن میگیرم و زنگ خورد و من هی مرخصی از بانک میگرفتم میرفتم درس میدادم. این باعث شده بودش که احساس کنم، یعنی بوی این میومد که آره میشه ازش مثلا بیزینس داشتش و خب بانک رو استعفا دادم و اسفند 88 من استعفا دادم و اردیبهشت 89 ایران پازل رو ثبت کردم، یعنی رفتم به شرکت ثبت کردم به سرعت و شرکت هوش برتر کهکشان، بعد اسمش رو گذاشتم گروه شرکت های هوش برتر کهکشان چون واقعا امیدوار با آینده بودم. ایران پازل هم به خاطر این گذاشتیم پازل که
اون زمان ما خیلی معتقد بودیم که به همه این شکلا نگید، به این شکلای پشت سر من نگید روبیک، روبیک فقط این 3% است، اینا پازل های مکانیکی هن و ما در واقع میخواستیم این رو جا بندازیم، که بعدن که چند سال گذشت انقدر ما رو با پازل های چیدنی اشتباه میگرفتن واقعا به این نتیجه رسیدیم که نمیشه دیگه با این اسم، چون لوگو هم حالت پازل تو بله باش. لوگو هم پازلی بودش. خب 89 تا 95 ما با ایران پازل و با همون برند ادامه دادیم و 95 دیگه تصمیم گرفتیم دامنه طلایی روبیک داتا رو رو کنیم دیگه. البته دامنه‌اش هم مال 12-13 سال پیش بود. ایران پازل حالا قبلا بچه گروه تلگرام و اینا نبود، یه چیزایی بود مثل انجمن فروم و این چیزا بود که آدم ها تبادلاتشون رو اگر به اینترنت دسترسی داشتن اونجا می‌ذاشتن. چند تا فروم تو ایران بود، فروم روبیک داتا یار، فروم کیوب سنتر داتا یار، و یکی از قوی ترین هاش که حالا خود من توش عضو بودم ایران پازل داتا یار بود. چند سالت بود اون موقع؟ بحث 12 سال پیش فکر می‌کنم 13-14 سالم بود و اون مسیر ایران پازل رفت تا رسید به مسابقه ایران اوپن 2011، اولین مسابقه برگزار شده توی ایران که نماینده سازمان جهانی آوردن، خود رئیس سازمان جهانی روم و مروخم آوردش آقای مستجو، اون موقع خودشون دلیگیت نبودن، نماینده سازمان نبودن. اولین مسابقه ایران بود که توی بهترین هتل تهران، هتل المپیک تهران برگزار شد. 3 روز کامل تو اون هر جای هتل میرفتی یه بیار روبیک پیدا میکردی، یک یوبر پیدا میکردی. تقریبا همه بچه قدیمی اون مسابقه اولی مسابقه شون بود. از اون مسابقه چی شد اصلا به فکرتون خورد که حالا با گروهی که داشتین یه دلیگیت بیارین، اصلا این کار رو بخواین انقدر جدی ترش کنین با اون همه موانعی که توی اون سالا بود طبیعتا دیگه؟ ببین 89 من اولین کاری که کردم که الان خیلی برام جذابه، فروشگاه اینترنتی زدم و هیچ وقت یادم نمیاد که چی شد که 12-13 سال پیش که اصلا اینترنت مود نبود، فروشگاه اینترنتی مود نبود، ما فروشگاه اینترنتی زدیم و خب فروشمون هم شاید هفته یه دونه هم نبود، چون درگاه پرداخت که نبود، سیستم کارت به کارت نبود اون زمان، یا اگر بود خیلی محدود بود، مثلا بانک به بانک آره بعد از آبر بانک پرداخت می‌کردن، هر آبر بانک بعد از آبر بانک خودش به آبر بانک می‌زد، اصلا مکافاتی بود دیگه، خیلی عجیب غریب. بعد خیلی هم روبیک نداشتیم اون موقع برای عرضه کردن، ولی 3% چند تا دقیقاً اون زمان اولین کاری که من کردم که برای روبیک کتاب نوشتم، تو ادامه می‌بینیم کتاب آموزش حل روبیک رو نوشتم، 5000 نسخه هم چاپش کردم، تقریبا یک سالم طول کشید تا من به اون کتاب برسم. یعنی من عملا هر چی که بلد بودم رو سعی کردم آسون کنم، آره هر چی رو بلد بودم سعی کردم آسونش بکنم و اون کتابو با کمک برادرم که اونم خیلی به روبیک علاقه من بود، الان از همینجا بهش سلام میکنم اگه منو ببینه، ایمان سوئده و آره ایمان رفته سوئد و اینکه ما خیلی کمک هم کرد اون کتابو ما نگارش کردیم و من اون زمان رو خب درگیر شده بودم با تلویزیون دیگه و دادیمش انتشارات سروش صدا و سیما، برامون خیلی به سرعت چاپ کردش که به نمایشگاه برسه، اینها همشون هی دست به دست هم میدادش که من قوی تر کار بکنم. بعد خب تو اینترنت هم خیلی میگشتم که ویدیوها رو تو یوتیوب میدیدم از خارج از کشور، سختی در آ خیلی به سختی نه واقعا سرعتای به شدت پایین، 30 ثانیه ویدیو فکر کنم نیم ساعت زمان خیلی بود، ولی من واقعا میشستم تا لوتشه با کیفیت‌های 240p خیلی پایین، پیکسل بعد میشستم مسابقات جهانی رو میدیدم و یادداشت برداری میکردم، سالاش رو یادداشت میکردم، نفرات رو یادداشت میکردم، تایسون ماو و اینا رومون بود چون از اون مسابقات مثلا من میشناختم. اولین مسابقه خارج از کشور بود. آره دقیقا. و من وقتی بهش برسیم آره متوجه شدم که خارج از ایران مسابقات هست بهش رسیدگی میشه آره و فهمیدم که فدراسیون داره خیلی جدیه، WCA رو رفتم تراتوش رو در آوردم، دیدم یه سازمانی هست بهش میگن ورلد کیوب اسوسییشن، انجمن جهانی مکعب روبیک، که یه سازمان خیلی وسیع و بزرگ تمام کشورها بروبیا داره و اونجا دیگه اوایل آشنایی با همسر هم بودش، خیلی بهم کمک کرد، ایمیل زدیم گفتیم آقا ما چیکار باید بکنیم اصلا از ایران میشه، فکر کنم دوره آقای احمدی نژاد بود دیگه، ما تحریمامون داشت هی وسیع‌تر میشد، بعد من استرس داشتم میگفتم اصلا ما رو راه نمیدن، که ایمیلمون رو جواب دادن گفتن نه اتفاقا اصلا مشکلی نداریم، شما میتونید ثبت نام بکنید و من رفتم و تو سایت ثبت نام کردم. تایلند بود. تایلند بودش. مسابقات ایشین چمپیون 2010. قهرمانی آسیا 2010 آره. که اولین بار استارت من از اونجا زدم. اونجا رو دیدین. دقیقاً. الان با چه سطحی رفتین، چه توقعی از خودتون دارین، چی دیدین؟
ببین من اون زمان بین 14 15 ثانیه تا 20 ثانیه حل می‌کردم، یعنی همون حدود بودم و احساسم می‌کردم که خب همون حدودم حل می‌کنم، اصلا جغدغه‌ای نداشتم. آره گفتم میرم، تازه مثلا گفتم میرم بهترم می‌زنم، 12 13 ثانیه هم شاید بزنم، همون بسفا میارم. آره میارم. و من وقتی وارد سالن شدم با عکس و تصاویری که قهرمانا داشتم، اریک بود، فیلیپ، 44 کشور بودن، فوق‌العاده مسابقه بزرگی بودش، حدود 800 تا شرکت کننده بودن، همونجا اصلا یک اتفاق عجیب استرسی برای من افتاد که شاید باورت نشه. من آیتم اولم 2-2 بود و من اولین بار بود تایمرهای مسابقه رو میدیدم، اصلا ندیده بودم و از قضا اولین آیتم 2-2، اولین راند و اولین استپ رون شد داور من، یعنی رئیس سازمان جهانی داور من بالا سر من سیخ وایستاد و گفت شروع کن و من نمیدونستم که باید مثلا با تایمر چجوری رفتار کرد و هرچی وایستاد من متوجه نشدم بر من DNF شدم. نتیجه اول 2-2 و الان برید ببینید توی سایت سازمان جهانی DNFه. بعد منو کشون کنار گفت بلد نیستی، گفتم نه من تا حالا کار نکردم اصلا نمیدونستم. آره بعد خب استرس که مثلا کنار دستت فلیکس قهرمان جهان وایستاده، همشون قهرمان جهان بودن، یعنی اصلا خیلی محیط عجیب غریبی بودش، سالن به شدت شلوغ، 50 تا حداقل دوربینای تلویزیونیشون بودش، خب قهرمانی آسیا بود، خیلی آره خیلی مسابقه خفنی بودش. و خلاصه اونجا دیگه رفتم با رون صحبت کردم، گفتم ما می‌خوایم خودمون هم تو ایران داشته باشیم یه همچین چیزی، چه جوری میشه؟ گفت کی می‌خواد این کارو بکنه؟ گفتم من. گفتش که باشه با هم صحبت می‌کنیم. که دیگه در اواخر اون مسابقه اومد صدام که گفت ناراحت نشو، ولی تو اصلا آمادگی برگزاری مسابقه تو ایران نداری، تو خودت نمی‌تونی از تایمر استفاده کنی، بعد می‌خوای بری مثلا 200 نفر آدم بیاری، که رد شدم دیگه، منو به عنوان نماینده ایران قبول نکرد. گفت برو تلاش بکن برگرد برای مسابقات بعدی که من مثلا دوباره ببینم. شاید جالب باشه، خیلی اتفاقی سال آیندهش من برای مسابقات جهانی که شرکت کردم، آره 7-8 ماه بعدش برای مسابقات جهانی که شرکت کردم همون اتفاقا داشت میومد، ولی من با کویا تجربه دیگه بودم، کلی برنامه تلویزیونی، آره خیلی دیگه خیلی خوب بودم. و اونجا که من رفتم دیگه با آمادگی مسابقه شرکت کردم و رون اومد منو داورم گذاشت تو فینال، مثلا ساعت با فلیکس و اریک و بچهای مجارستان من داور فینال شدم دیگه، اونجا اسکرامبلر رو خیلی از آیتمار اسکرامبلر بودم دیگه، آماده بودم، میدونی قوانین مطالعه کردم، اگه اونجا یاد باشه من قوانین سازمان جهانی 44 صفحه رو فارسی ترجمه کرده بودم، پی دی اف کردم که قوانین رو برای خودمون به فارسی داشته باشیم و اونجا دیگه من تونستم اوکی رو بگیرم. یادتون رفتم بگم توی اگه شما ایشن چمپیونت 2010 هم که تندیس سریع ترین روبیک باز ایران رو سریع ترین حل کننده روبیک از ایران رو گرفتم، آره هر کشوری سریع ترین حل کننده شو تندیس خاصی میگرفت که آقای مسلجا هم اولین تندیس و سریع ترین تندیس یادش بخیر. آره تو ادامه نشونت رو حتما میدیمش این رو. اونجا من چند تا رکورد زدم، رکورد روبیک ماجیک رو زدم، فکر میکنم مستر ماجیک رو زدم، چند تا ان آر اونجا داشتم، یادش بخیر. حالا تو بهتر از من یادت. آره من خیلی دوران خوبی بود، خیلی دوران پرفشار و سختی هم بود دیگه، من همش استرس داشتم. ایران اوپن 2011 که من از همون مسابقه سعی کردم که رون رو قانع بکنم برای برگزاری. بعد از اون مسابقه بودش. ایران اوپن 2011 رو که ما خواستیم برگزار بکنیم که خب فشار خیلی زیادی رومون بودش به واسطه اینکه
اون زمان رون به من گفته بودش که تو باید تو ایران از طرف یک سازمان رسمی حمایت شی. سازمان همین الان هم حمایت نمی کنه و من مجبور شدم برگردم گشتم که یک انجمنی ثبت بکنم. از طریق وزارت کشور کلی مانع بود، نتونستم. چند ماه دویدم، هر روز صبح وزارت کشور بودم برای ثبت NGO. رفتم سراغ تربیت بدنی، اون زمان وزارت ورزش نبود، سازمانی بود اونها، سازمان تربیت بدنی، آقای علی آبادی نامی رئیسش بود. منم اونجا 6 ماه رفتم و اومدم. خلاصش شد کمیته ملی مکعب روبیک ایران که الانم فعاله. این کمیته هم که الان به عنوان مکعب روبیک هست رو نتیجه زحمات شما بود. بله دقیقاً، من اون رو تقریبا 6 ماه طول کشید تا با نامه نگاری و از نامه مجلس گرفته آوردم و من تونستم ثبتش بکنم به عنوان که ورزش ملی کشور ثبت شد و اون رو فرستادم برای رون که قانع شدش که یک سازمانی پشت ما هست و صرفا با یه ایمیل نیستش و اومد ایران و دیگه بقیه‌اش رو که خودت میدونی دیگه. آره کلی هزینه و 53 میلیون تومان اون سال هزینه شد. سال 90 دیگه. حالا بهتون، حالا وقتی که سنش میشه میگم تو شاید با 5 میلیون میشد یه واحد آپارتمان گرفت تو تهران. ببین من با من 53 میلیون رو که نداشتم بدم، من 13 میلیون تومان نقدی پرداخت کردم به واسطه یه چیزایی که داشتم، بقیه‌اش رو همه رو چک داده بودم. 6 ماه هم چک پرداخت میکردم تا هزینه هاش تا اسفند شهریور بود دیگه. من تا اواخر اسفند چک هتل رو پاس میکردم، سالن هتل اجاره کرده بودیم، چک آژانس هواپیمایی پاس میکردم، چک کیف زده بودیم برای بچه‌ها، تیشرت زده بودیم، همه رو چک کشیده بودم با 1001. حالا شانس بود اونجا من 10-12 تا برنامه تلویزیونی خوب رفته بودم، احسان علی خانی رو داشتم، احسان علی خانی رو رفته بودین، چند تا مجله و روزنامه، مجله ها خیلی، من 15-16 تا مجله عکس روی جلد رفته بودم. بعد به خاطر همین مثلا خیلی بهم اعتماد میکردن و واقعا مثلا هتل المپیک همه چیش نقدی بود در صورتی که از من چک قبول کرد و خیلی شانس آوردم. ولی خب 7-8 میلیون تومان فقط پول بلیط و رفت آمد رون شد و خب رون رو در یه کنگ رو از یه داور از مالزی آوردیم که کمکمون بکنه برای برگزاری مسابقات. 250-60 نفر بودیم، خیلی سخت تیم اجرایی بودش. وای وای 40 نفر تیم اجرایی اصلی بود، 40-50 نفر تیم اجرایی بودن. خیلی ها و دمشون گرم، هر کدوم از اون بچه ها که اون سال به من کمک کردن دمشون گرم. مجید اسخری رو میشناسی؟ خب مجید با تیمش کمک کرد، دقیقاً الان رئیس کمیته مکبروی که مجید بعد من رئیس کمیته شدش دیگه، 2-3 سال مجید دستشه. اون با تیمش خیلی کمک کرد. امیر سپهرام اون زمان، امیر که الان تو کار کیوبینگ نیستش، ولی اونو تیمش خیلی زحمت کشیدن، دمشون گرم. شاید شما هم اهل بازی با مکعب روبیک هستید، مکعبی که به حفظ به بیشتر شدن هوش شما حسابی کمک میکنه. مسابقات مکعب روبیک ایران دیروز و پریروز در تهران برگزار شد. ایمان سویزی خبرنگار افتخاری جوانه ها که خودش هم از داوران مسابقه بود گزارش میدهد. مسابقات بین‌المللی مکعب روبیک در تاریخ 10 و 11 شهریور ماه در هتل المپیک تهران برگزار شد. چند وقت با روبیک کار می‌کنی؟ حدوداً 2 ماه. رکورد چند ثانیه؟ 31 ثانیه. چند ثانیه رکورد زدی؟ دقیقاً 12 ثانیه. 20 ثانیه. مکعبای دیگه هم می‌تونی حل کنی؟ بله، 2 در 2 حدوداً 4 در 4 هرمی. رکوردشون رو میتونی به اون بگی؟ هرمی 18 ثانیه، 2 در 2 7 ثانیه. مکعب روبیک یک پازل مکانیکی است که در سال 1974 میلادی توسط یک مجسمه ساز مجارستانی به نام اورن روبیک ابداع شد. مکعب روبیک دارای 26 قطعه مکعب کوچک که با مکانیزمی به هم متصل شده‌اند و مکعب را قادر می‌سازند در تمامی وجه‌ها بچرخد. چقدر تأثیر داشته مکعب روبیک توی زندگی؟ یعنی خب به عنوان یه سرگرمی که سالمه، خب بالاخره مغز آدمو تقویت می‌کنه از نظر فکری. رکورددار روبیک ایران آقای آرش مصلحتجو هستند که در مسابقات جهانی تایلند رکورد 25 ثانیه را کسب کردند. دوستانی که علاقه دارن به این ورزش و علاقه دارن که عضو کمیته مکعب روبیک ایران باشن میتونن به سایت irankube.ir مراجعه بکنن. فرم عضویتی اونجا هستش، فرم عضویت رو پر میکنن و اطلاع رسانی بهشون میشه برای مسابقات بعدی. ما طبق برنامه‌ای که در انجمن مهارت‌های فردی فدراسیون همگانی داریم
هر ماه یک مسابقه در یکی از شهرهای ایران برگزار خواهیم کرد و هر سال هم یک مسابقه بین‌المللی برگزار خواهیم کرد که خب این میتونه نوید این رو داشته باشه که تیم ملی مکعب روبیک ایران وارد مسابقات جهانی بشه و در کشورهای دیگه در مسابقات دیگه رکوردگیری بکنن با قهرمانای دنیا. من خودم 44 سالمه و من هم تو مسابقه شرکت میکنم. همونجوری که میدونید مکعب روبیک برای همه سن‌هاست. گزارشی بود از مسابقات بین‌المللی مکعب روبیک در هتل المپیک تهران. ایمان سویزی خبرنگار افتخاری اخبار. تو خودت تو مسابقه بودی یادت دیگه محمدرضا 12 13 خیلی کوچیک بودش. به یه چیز جالب بهتون بگم خندتون شاد. من این صحنه رو قشنگ یادم. من اون موقع سختگیری می‌کردم به واسطه قوانین سازمان جهانی می‌گفتم شناسنامه باید نشون بدید و ما همه رو به خط کردیم که آقا صف وایسید بعداً شناسنامه نشون بدید. محمدرضا شناسنامه‌شو یعنی مامانش گفت نه نیاوردیم. الان میگه نداشتم چند سالم بوده من گفتم. منم گفتم هر کی شناسنامه نداشته باشه نمیذارم به عنوان ارگانایزر تو مسابقه شرکت کنه. آقا یه چش به هم زدیم مامان محمدرضا صبو یه دو تیکه کرد اومد کپ. من رفتم سر صف و داخل دقیقاً اومد صف. راست میگه دقیقاً اومد سر صف و من گفتم بفرمایید یه قدرت مادر آره سلام میکنم از همینجا مامان محمدرضا. همونجا دیگه ما آشنا شدیم با محمدرضا آشنا شدیم. نه البته آشنایی ما برمیگره به قبل‌تر. من یادم بعد واقعا یادش بخیر و محمدرضا خیلی پرتلاش تو کیوبینگ اومد. یعنی میخوام بگم که شما الان شاید خیلیاتون کوچولو موچولو باشید تلاش کنید میرسید بهش. آره آشناییمون که برمیگره به همون موقع. خب این مثلا در مورد دلیگیت شدن، شما اولین دلیگیت سازمان جهانی روبیک تو ایران بودین و مسابقات رو تو ایران رسمیت می‌بخشیدین. راحت بگم اولی مسابقه گذاشته بودن که اگر که کسی این مسابقه رو نیاد دیگه بهش اجازه نمیدیم مسابقه دیدیم. من خواهی نگاه میکنم گفتیم بابا حالا هم یه دونه رو میخوان برگزار کنن اصلا نمیریم. اصلا میخواستیم بریم دور میگم کی میخواد راه نره. بعد یهو تقریبا 7 8 ماه بعدش تشما که دقیقه 9 ماه بعدش شدش روبیکاپ اصفهان که اولین مسابقه خودتونم بود. اولین مسابقه رسمی بودش که من دلیگیت مسابقه بودم. چی شد که شما دلیگیت شدین؟ خب اون زمان که من وقتی دیگه رفتم تو مسابقات جهانی و آسیا و یکی دو سال همه چی دیدم قشنگ دستم اومده بودش که هر کشوری یک نماینده باید داشته باشه تا بهش اجازه برگزاری مسابقات بدن. در غیر این صورت باید شما سفر میکردی یه کشور دیگه و اونجا مسابقه. خب خیلی اگر اینجا میخوام مسابقه رو میذاشتیم مسابقه رسمیتی نداشتیم، مسابقه محله و اینا میشه. آره که خب اون موقع اصلا مدم نبودش. و خب زمانی که من رفتم مسابقات جهانی و با رون صحبت کردم که تو بیا ببین که من قدرت برگزاری مسابقات دارم، هم از قوانین سر در میارم، هم خیلی براش مهم بودش که ارگانایز. آره خب ترجمه شده شو بهش نشون دادم، پی دی افش رو آپلود کردن روی سایت WCA. براشون خیلی مهم بودش که من خیلی توی یک سال تغییر کرده بود روندم و اینکه کمیته مکعب روبیک رو داشتیم، همه اینا خیلی مهم بودش. خب رون که اومدش دیگه اونجا هم همش شروع کردش از من تست گرفتن دیگه، به شدت سختگیرانه تست میگرفتن. نوع جدول میدونی که ما یه جدولی داریم به نام جدول در واقع اسم انگلیسی چی میشه؟ اسکجول. آره اسکجول زمانبندی مسابقه هستش، گروه بندی ها، زمانبندی ها، بعد گروه بندی ها، اینا خیلی سخته. آموزش یعنی به داورای مسابقات کارهای متفاوتی باید انجام شه، قلق داره و این رو خب اون زمان ما تونسته بودیم انجام بدیم، گروه بندی کرده بودیم، اسکجول مسابقات با نظم بودش، همه اینا خیلی برای رون و سازمان جهانی مهم بودش. دیگه وقتی برگشت که من یک هفته بعد با مشورت با بورد یه جایی دارم به نام بورد که در واقع اعضای هست مثل هیئت مدیره است، هیئت مدیره مشورت کردم و من ایمیل زدش که
تو از این به بعد میتونی برای ایران مسابقه برگزار کنی و نماینده WCA باشی. خب خیلی هم هیجان انگیز بود دیگه، بالاخره بعد از چند سال اولین نماینده ایران بودم اون زمان و خب خیلی برام جذاب بودش. و اصفهان رو برگزار کردیم، بعدش همدان رو برگزار کردیم، بعدش همدان رو برگزار کردیم، آره بعدش برج میلاد رو برگزار کردیم که دیگه اصلا برج میلاد شده بود پاتوق شیوبرا. ما سالی یه دونه تو برج میلاد قطعا داشتیم، جای دیگه داشتیم. مثلا ایران اوپن که بعد فول آیتم می بود، اگه تو برج میلاد نبود مثلا بتیم. آره بچه‌ها عادت کرده بودن. ببین ما آیتم مسابقات جهانیمون 17 18 تاست دیگه، بعد خب تو مسابقات نرمال ما آیتم رو محدود می‌کردیم، 7 8 تا آیتم اصلی رو می‌ذاشتیم، 7 8 تا رو جدا می‌کردیم. بعد توی ایران اوپن می اومدیم فول آیتم برگزار میکردیم و خب ایران اوپن یک ساین خیلی ویژه برای روبیک ایران بودش که هر سال پشت به پشت هم برگزار میشدش. اصلا توی ایران اوپن مقامی اورد خیلی براش مهمتر مسابقه بود. یه توضیح هم برای بچه هایی که نمیدونن در مورد سازمان جهانی روبیک بگیم بچه ها. مثل فیفا وقتی مثلا یه تیمی توی آسیا داره بازی میکنه امتیاز میگیره توی رده‌بندی کل، مثلا میگه آقا مثلا باشگاه استقلال مثلا تیم صدومه مثلا میگم رنکینگ، آره رنکینگ میگیره. روبیک اگر که نه یه کشوری نماینده داشته باشه از طرف سازمان جهانی که آقای مسلح جودن اون موقع تو ایران رکورد آسیا رو بزنی رکورد داره آسیا محسوب میشه، رکورد جهان رو بزنی یا رکورد رسمیت میبخشید که این رکوردها وارد سازمان جهانی بشه. مثلا یکی میگه آقا من تو خونه 2 ثانیه زدم، چرا مثلا رکورد جهان 3 ثانیه است؟ چون اون رکورد تو مسابقات ثبت شده که اولین مسابقه گذاشتیم بهترین رکورد تو محاسب فاطمی بود 11.5 ثانیه. من موقع سینگل خودم 29 بود. بعد دو دردو نزدی تو مسابقه؟ چرا، من دو دردو خیلی لطف کردم 89 آره. تو یه دستم که از اساتید آخر جدول بودم با اقتدار، یعنی یادم مثلا اون اوایل که داشتم 3 درصد یه دست سرعتی می‌شدم با بچه‌ها که می‌شستیم وان هند تل می‌کردیم، یه دست مثلا اونا 20 می‌زدن 19 18 مثلا من 40 50 60. آره من خیلی خندیدم. مهمترین اتفاق اون 5 6 سال اول از 89 تا 94 5 رو اگه بخواید یه اتفاق بگین که توی این مسیر کیوبینگتون از همش مهمتر بود کدوم بود؟ چون خیلی اتفاق افتاد، حالا چه برنامه چه تلویزیونی چه مسابقات چه دلیگیتی چه هر چی، یه اتفاقی که مهمترین اتفاقی بود که مثلا آرش مسلجی وقتی اتفاق افتاد گفت آخش شد. برگزاری مسابقات تو ایران به نظر من مهمترین اتفاق کیوبینگ در دوره من و فکر میکنم در کل دوره در واقع کیوبینگ ایران بود. شاید اگه اون اتفاق نمیافتاد همین الان مسابقات رو ما شاید به این شکل آره نداشتیم. واقعا نداشتیم، شاید استارتش نمیخورد، شاید خیلی دیرتر میخورد، شاید خیلی بیکیفیتتر میخورد و شاید هیچ وقت مثلا نماینده از خارج از ایران پاشو تو ایران نمیذاشتش. و به نظر من اون اتفاق قشنگ نقطه عطف بود که خب ختمم شد به گرفتن نمایندگی سازمان برای ایران و من اگه اشتباه نکنم 14 تا مسابقه بعد از اون برگزار کردم به عنوان نماینده. سالی 2-3 تا مسابقه برگزار شد و با اینکه خیلی سخت بود ولی دوره خیلی خوبی بود، دوره اوج شماها بود دیگه. شما همش رکوردای خفنتون برای همون دوره است. خب بچه‌ها به شدت قوی بودن تو اون زمان که اصلا آموزش‌ها انقدر وسیع نبود، یعنی چیزی که شما الان دم دستتون و 8 و 9 که شما میزنید زمان محمد رضا 8 و 9 زدن برای ما آرزو بود چون تکنیکامون کاملا فرق می‌کردش متفاوت بود. روبیک گذاشتم روبیک دقیقاً دایام 5 بهترین روبیک که اون موقع دیگه کسی این روبیک رو داشت واقعا باید نگهش داشت اصلا کسی نیفته. مثل گن الان دیگه، گن 13 الانه در این حده. این آره. بهترین بود. دایان دو هم شروع شد دیگه، خیلی ها الان براشون یاد و خاطره میشه دیگه. دایان دو خفن‌ترین روبیکی بودش که اومد یک انقلاب عجیب غریبی رو در ساختار روبیک ایجاد کرد، یعنی روبیک هایی که اصلا زاویه چرخش نداشتن تبدیل شدن به روبیک های زاویه چرخش دار و فوق‌العاده سریع که دایان اولین شرکت تو این زمینه بودش. یه سوال دیگه تو مسابقات بپرسم. خب خیلی از کیوبرا رو شما خب گفتین دیگه وقتی تو سالن دیدین و اینا خیلی شگفت زده شده اینا، اگه بگین یه کیوبری بود که یه روبیک بازی بود شما توی اون اپریل دیدین که شاید هنوز بگین که اون دیدار بهترین اتفاق دوران روبیک هم بهترین دیدار بود، از دیدن کی توی روبیک خیلی شگفت زده شدید؟ اینجوری بپرسم. فیلیکس
فیلیکس برام آره نوجوان 15 16 ساله که با یه شلوارک و یه دونه صندل لا انگشتی اومد تو سال رسمی مسابقات. نه من تقریبا میتونم بگم، حالا شاید خیلی جالب باشه، سعی می‌کنم فیلماشو پیدا بکنم. ببین ما تفریح می‌رفتیم با قهرمانای جهان، خب یه تعدادی همه قهرمانای کشور مختلف که بودن اکیپ اکیپ می‌شدن و یه سری هم تو اون مسابقه بودن که خب قهرمان کشور نبودن، یعنی لولشون یه ذره پایین‌تر بود. اونا خب اصلا هتلشون جدا بود، اتاقشون جدا بود، ولی یه تعداد 30 40 نفری که خدا رو شکر منم تو اون برهه با اینها بور خورده بودم، آشنا شده بودم و خیلی هم با مرام با معرفت بودن. اگه دریا می‌رفتیم من رو بیت هستم داشتم از اینا سوال می‌کردم، اگه صبونه می‌خوردیم داشتم سوال می‌کردم، یعنی چسبیده بودم به فیلیکس و روهسلر رو یاد روهسلر اون زمان دو در دو استادی بود برای خودش دیگه، دقیقاً خیلی خفن بود. بعد خیلی ها بودن، حالا اسماشون رو یادم یاد میگم دقیقاً، یوناکاجیما از ژاپن و رکورددار ایتالیایی اسمش چی بود؟ جیوریو کونتاردی. جیوریو کونتاردی که الان مثلا یکی از خفن ترین آدما توی توی موزاییک بیلدینگه، حالا براتون توضیح میدم چهره ساختن اون آدمیه که تو پیج rubik.com الان برید تمام کارهای اونو گذاشته و دقیقاً تیم ملی ایتالیا بود، تیم ملی ژاپن بود و اونجا خیلی جالب بودش. من شاید مثلا تو اصلا تو لول اونها نبودم، اونا تو لولاشون همه بالاتر از من بود، ولی میان صدام میکردن میگفتن بی بشین با هم کار کنیم، بی بشین با هم تمرین کنیم. میخوام اینو بهتون بگم که این مرام توی همتون جا بیفته توی ایرانم، که اگر 8 میزنی 6 میزنی دست یه نفری که 20 میزنه هم بگیر بهش یاد بده، چون من واقعا قسمت زیادی از متدی که سالهاست دارم به همه یاد میدم از همین متد سیفاپ رو از فیلیکس و قهرمان جهان یاد گرفتم. اونجا قشنگ میومد میگفت کراستو اینجوری نزن، افدولتو اینجوری نزن، قشنگ بالا میزدن. آره دقیقاً من کراس بالا میزدم و بهم یاد داد و میگفت پایین بزن این شکلی بزن. کلاس بچهای الان دیگه ذهنت کراس بالا نداره، فقط کراس پایین یاد میگیره. آره دیگه استاداشون همه الان کراسا رو پایین یاد میدن، ولی ما واقعا اون زمان در این کسی که دیدین به نظرتون آره فیلیکس، واقعا فیلیکس خیلی هیجانی دیدنشو داشتم. خب فیلیکس قهرمان جهان بود اون زمان، رکورددار اکثر آیتم های دنیا بود با فاصله، با فاصله، یعنی مثلا 2 ثانیه با نفر دوم فرق داشت، 1.5 ثانیه با نفر دوم فرق داشت، خیلی بلا منازع بود، یعنی هیچ مثالی برای فیلیکس اون سالها نبودش و خیلی من هیجان دیدنش داشتم. مثلا الان هم نبود که مثلا مکس پارک تایمون فلانی الان توی ردن، یه فیلیکس بود نفر دوم چند رده پایین تر، دقیقاً چند رده پایین تر بودش و خیلی فشار البته روی فیلیکس خیلی زیاد بود. همه کشورها دوربینای فیلم برداریش رو فیلیکس ست کرده بودن اون سال. فیلیکس هم تجربه الانو که طبیعتاً نداشت، بعد سنش کمتر بود، 15 16 ساله بودش. خیلی جالبه یه خاطره براتون بگم، فینال مسابقات جهانی بود، فیلیکس اون موقع مثلا 7 میزد 8 میزد آره، و اونم حالا فیلمشو میدم بذاری براشون، خیلی جالبه. انقدر فشار روی فیلیکس بود و نمیدونم حالا چرا جو بعضی وقتا اینجوری میشه نسبت به قهرمانی، یعنی اونی که بالا وایسه داره سعی میکنه مثلا بکشنش پایین مثل مسی. آره و بعد فیلیکس شروع به حل کردن میکرد، هو میکشیدن تو سالن که مثلا استرس بهش بدن و نذارن همچنان قهرمان باشه، و اتفاقا هم اون سال قهرمان نشد دیگه. اون سال میشل پلسکوویچ اول شد، میشل اول شد، فیلیکس هم با اینکه انقدر جو روش بود سوم شد، حالا بد نبود آره. ولی نتونست قهرمان شد، دورانده اول با اختلاف داشت اول میشد. من دقیقه یادم آره. حتی 2 سال بعد رفت تو لاس وگاس یه جوری انتقام از میشل پلسکوویچ آره. گرفت و آیتم های اصلیش هم اول شدش. خب بخوره از حالا هوای مسابقه بیایم بیرون، بریم پیش بچه هایی که عشق فروشگاه روبیت و تایارو دارن، خرید روبیت دارن. یه سوالی که خب برای خود من بیشتر، چون من حالا یه برهی هم تو ایران فاصل آموزش میدادم، چی شد ایران پازل شد روبیت و تایار؟ ببین ما ایران پازلی که خب خیلی دوست داشتیم، تو خودت در واقع متولد همون ایران پازلی، تو همون برهه شروع کردی، ولی ما واقعا درگیر شده بودیم به واسطه اسم پازل، یعنی ما هر کاری میکردیم مردم پازل رو به اون پازلای چیدنی میشناختن و ما نمیتونستیم توی بحث سئو گوگل و برندینگ و اینا بیایم. بعد مشکل دومی که خوردیم، ما خب گروه هوش برتر کهکشان رو ثبت رسمی کرده بودیم، ما رفتیم برای ثبت لوگوی ایران پازل، متوجه شدیم که اصلا نمیذارن اسم ایران توی لوگوی شما باشه. بعد دومین چالش ما شد ثبت لوگو،
چون ما اون موقع خب لوگومون رو روبیک ها میزدیم و اینها، دیگه واقعا تصمیم گرفتیم، من این دامنه هم که سالها پیش خریده بودم روبیک داتا ها رو، دیگه تصمیم گرفتیم که یه شیفت دردناک بدیم از ایران پازل و سختم بود، اذیتم شدیم، ولی یه ریبرندینگ کردیم و اومدیم توی روبیک داتا ها. الان متولد شد. بریم یه خورده روبیک داتا رو ببینیم، برگردیم یه خورده این سوراخ سنبای اینجا رو بچرخیم، ببینیم اینجا چه خبره. میایم بریم با هم دیگه ساختمون روبیک داتا رو بهتون نشون بدیم. خب بریم شوروم روبیکیه روبیک داتا رو با هم ببینیم که خیلی از اونجا خرید میکنین و ولی اینجا رو قطعا تا حالا ندیدین. بریم که با هم شوروم رو ببینیم و اینجا که داشت خرید میکنین کجا. آه کلید داره، کلید داره. و خب دوباره سلام. آه قبولی تو زودتر. روی خوبم دست ایشون بود، دست خرابه اون بر بود. دست خرابه بود. خب اول از اینجا زودتر شروع کردی. دومنش که روبیک هم بهتر بود، روبیک داخل بهتر بود. خب آقای اصلا توضیح در مورد اینجا، اینجا شوروم روبیک داتایاره، یکی از جاهایی که باز جز به هم آرزوهای من بود. شاید باورتون نشه، من دو در دو رو تو اینترنت که میدیدم هیجان زده میشدم و جز آرزوهام بود که دو در دو دستم بگیرم و خب این آرزو الان محقق شده دیگه. به نظرم کامل ترین مجموعه روبیک توی ایرانه دیگه. و کل جذابیتش به این قسمت برام که هر چیزی که تو دنیا میاد ما با فاصله خیلی کوتاه، شاید بگم دو هفته بعد میاریم توی سیستم دیگه. یه نگاهی هم کلا بهشون میاد. خب بچه ها هم از خرید میکنن ولی زیاد در جریان جزئیات اینجا که نیستن. یه روبیک گسترده شد، من سعی کردم که اقلام جانبیش هم وارد بکنم و الان ما تیشرت های روبیکی تنم که اکثر تن بچه ها که میبینیم از اینجا گرفتن دیگه. تیشرت های روبیکی تولید میکنیم، ریوان های روبیکی، چیزایی که عشق کنن باهاش دیگه، استایلش، حتی کیف پول اینا رو تازه تولید کردیم. اینم که فکر کنم از این ور بیم اول جلو، اول که بازی فکر کنم که دارین دیگه. حالا بچه‌ها آره که وقتی گسترش کردی این تنوع تو خودت دیگه چیزی دیگه آره دیگه بورد و اینا رو بازی می‌کنی، اینا تنوع خیلی خفنی از بازی‌هاست. اینجا فقط شوروم دیگه، والا روبیک‌های اصلی که اون وره، اینم که باز روبیک‌ها، اینم که قبلا این تیکر من خیلی دوست داشتم. 3x3 2x2 3x3 4x4 5x5 6x6 7x7 8x8 9x9 10x10 11 رو میشه در آورد. اوه چقدر آن دواز. آخ 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 11x11 تو کام قشنگ 1 کیلوه ها، ولی خیلی جالبه، خیلی حل خوبی داره. چرخش یا تو موقع 7 طرف میخواستیم به چرخونیم نمیچرخی کاری واقعا. انگشتای من بهش نمیرسه. و اما فکر کنم این تیکه رو بچهای حرفه‌ای خیلی دوست دارن که یه بخشیشون فکر کنم اینو میدونن که خیلی هاشون دوست دارن. چیه اون گن 13 اونم جعبهشو بیارین، ورژن یوویش هست که از محبوب ترین های حال حاضر گن 11 گن 12 تازه آوردیم، شاید خیلی ها دوست داشتن بخش کلکسیونرها. از این ست جا کلیدی گن لیمیتد ادیشنه، یعنی تولیدش به شدت محدود بوده و الان توی این 5 تا جا کلیدی به 5 رنگه که تولید محدود شده. تک رنگم هست، دقیقاً تک رنگم، 5 تا رنگ جا کلیدی الان توی این هستش. خیلی پک جذابی خورده اون سایر رویک سرعتی هستی درسته؟ اونا چی هن؟ این الان مثلا واک الیت میدونم که هنرجوهای تو به واسطه اینکه تو خیلی واکرست میگیری خیلی پرطرف داره هنرجوهات اینجا میان مثلا میپرسیم کنن مخاطبه هم میان هم میان شایر معارض کردیم این واک میخوایی گفتم معارضا واک هستنده چون واقعا مخاطبه گن و واک خیلی با هم دیگه. گن روبیک که سبکه، واک روبیک های سنگین داره، انرژی باید براش بذاری. یه چیزی هم بگم، متقاعد کردن مخاطبای من که واسه واک میان خیلی سخته که متقاعدش بخواد آدم بکنه یه چیز دیگه بخرن. آره خیلی اونا فقط هم واک فقط هم واک الیت میخوان. البته خب با
انصافا آره خداییش. ولی خب مخاطب خودشو دارن قشنگ، استایل دقیقاً خودشونو دارن بچه‌ای که واک دستشون باز اونورم که تورنادو تورنادو جدیدا هم هستش اینا دیگه، تورنادو ورژن پایونیرش اینجا یه اتومبیل چهارت به هم ریخته دیگه، همینش خوبه سر زده بیایم تو بیایم اینجا بچه‌ها ارسالا رو انجام میدن و چاپ. اینجا نیا کنید اون تنوعی که شما میبینید تو سایت اینا مواد اولیه و خامشه که برای شما چاپ شده، آیتم مختلف، سویشرت، چه میدونم، کیف، پرچم، لیوان، همه چی دیگه، همه چی اینجا هست. آقای مسعود یه سوال، اون دستگاهی که روش پوشونده این چیه؟ این دستگاه ازش سیکرته، ولی خب دیگه اینجا برای اولی میخوام اینجا معرفیش کنم. این دستگاه دستگاهی که من 3 سال تو چین دنبالش گشتم و واقعا نبودش و دادیم برامون ساختن. آره بذارم اینجا کلن دستگاه چاپه، دستگاه اینا ببینیم. خب اینا چاپ های مختلف، این دستگاه چاپه تیشرت میزنه، لیوان میزنه، پیکسل میزنه. من میخوام برای اولین بار ببینیم اینجا چیه. علی تو علی مهندس مکانیک و مدیر آموزش ماست خوب میدونه، چون مهندس یه ماه طول کشید تا این راه انداخت. اینا هم دستسازای علیه، اسمبل ما زمان برد، واقعا انرژی برد. ببین اصلا این دستگاه چیه اول مخاطبای محمد رضا؟ دستگاهی که با جوهر، جوهره مخصوص خودش و خوشگون مخصوص خودش میاد روی هر چیزی چاپ انجام میده، که خب ما اینجا در واقع به صورت انحصاری فقط باش روبیک زدیم فعلا. قالب‌های روبیک، قالب‌هایی که ما روبیک رو داری چیزاشو داری، این ورش آرم تپسیه، این ورش ایرانسل دیجی داره، هم تبلیغشون همراه هم. حالا اینو خراب که بکنن خرابش میشه، نشونه اون بزنی آره این خرابشه، اینم خرابشه که واقعا برای این باید جایزه گذاشت، خیلی سخت تر از خیلی سخت این حل کردنش رو خیلی کلا بچه‌ها حل کردنی به واسطه اینکه تصویر داره سخته. و خب یه چیزی هم که هستش، روبیک ها کلن با زدن الگوریتم مرکز هاشون میچرخه. آره آره. ولی ما اینو نمیبینیم تو روبیک هایی که رنگ دارن، یعنی چون آبیه، وقتی تو روبیک تبدیل به تصویر میشه شما میبینید که مرکز هاشون میچرخه. حالا این هم روبیک های شکل داره، مثلا ببینید تولید... صورتی که کاملا برعکس، حالا صورتش رو درست کنیم. اینو بعدا واسه چاپ سفارش بینم داریم. آره دیگه، این دیگه برای تبلیغات شرکت ها و چاپای جذابه، یه هدیه خیلی خفن هم قراره بشه. اون که عکس خودتون هم روش بود و میشه بدین، همون همون جلوتونه همونه. آره اون سا... اون دو... آره این یه مدل، این آقای مسلجو اسکرمبل شده. چقدر روی که این آقای مسلجو بهتره، بهتره. اینم خامشه دیگه، این چیزیه که اینجا یکی از انباراتونه، درسته؟ انبارات اصلی که خارج از شرکته، ولی خب اینجا هم برای ارسال سریعه. خاطر اینکه اینجا هی شارژ میشن دیگه، شارژ میشن که سفارش‌های بچه‌ها آماده بشه، من اینا رو بگیرم. اینم پایه‌های روبیکه که حالا همشون خیلی پرطرفداره، چقدرم پایه. بریم بریم داخل، خیلی فضا اینجا انقدر کیپ تو کیپ وسیله هستش. من اینا رو یه نشونشون بدم چون اینا ندیدن طبیعتا، مثل که عاشق بازی باشن اینجا کیف میکنن دیگه. اینا حتی مثلا یه سری از کارهای کودکمون هستش که حالا بالا هم که انبار فرمودین، آره بالا هم یه سری انبار هست، ولی اینجا هم که دوباره یه سری از روبیکاست، همونطور که میبینین بچه خیلی هاشون میدونم عاشق این روبیکان، اصلا این تاندر کلاف ورژن 3 که آره یادم یه کلیپ هم تو درست کردی، آره چقدر طرفدار پیدا کرده، خیلی فوق العاده است. آره. خیلی فوق العاده، قیمتش هم چون قیمت مناسبیه برای حل سرعت، خیلی اونا هم که این اینا جدید فکر کنم شارژ شد. چی اینا؟ اینا آر استریمان دیگه، مگلبه، مگلبه، نه این ساده است، ساده 20 جذاب. آره اینو تازه تستش هم گذاشتم، مگلبش هم تست کنید تا اجازه بدید. آره اونم باید تست کنم. اونورم که اون اتاق چیه اون بفرمایید شما، بفرمایید شما برین که اینجا یه قسمتی از درگاه شرکت محیط اداری ما هست. الان ساعت 8 شب ما داریم میگیریم طبیعتا، بچه ها دیگه 5 که میشه ساعت میزنن میرن. قسمت پشتیبانی ما اینجا هست، محصولاتشون دیگه بچه ها اینجاست، هر موقع کاری داشتین اینجا باید زنگ بزنید، اینجاست، یعنی زنگ که میزنید تلفن های ما زنگ میخوره، همین تلفن ها زنگ میخوره و بچه ها از اینجا اینورم پشتیبانی ارسال براتون انجام میدن و کاری مالیتون رو انجام میدن. بچه های محتوا هم که کلا تبعشون محتوا هم که پایینه دیگه، پایین میشینن و براتون محتوا کلا کارهای سفارش پس اینجا انجام میشه دیگه، سفارش گیری اینجا انجام میشه، کارهای سایت اینجا انجام میشه، محصول اینجا آپلود میکنن و پشتیبانی میکنن از کسایی که در واقع روبیک خریدن و حالا بازی دیگه خریدن. خب بریم سراغ یه خورده بحثای آموزشی کنیم برای بچه‌ای که آموزش دوست دارم.
اول از همه من حالا چیزی که شما فکر کنم بیشتر از حتی 6-7 سال پیش باش برخوردین با من مدرس صد تو این هیته اینه که الان یه خورده به نظر من بچه ها کم حوصله تر و عجول تر شدن. یعنی مثلا میگم الان ما یه سری پدیده داریم زنگ میزنم میگم من کلاس زیر 10 میخوام، میگم اوکی مثلا 2-3 سال ممکنه طول بکشه، میگه نه ما سریع یه هفته دو هفته یه ترم بچه هم بیار زیر ده. در حالی که واقعا میگم خیلی از بچه های اون دهه از رو پی دی اف های افتضاح، خوب نه افتضاح، یاد میگرفتن. این عجول بودنه حالا به نظرتون به خاطر نسل یا به خاطر اینکه امکانات انقدر زیاده؟ ببین عجول بودنه به نظر من واقعا به خاطر امکاناته. میدونیم زمان مثلا خودم رو دارم میگم برای بحث آموزش، وقتی یه اینترنت دایلاب یا یه ADSL حالا به زمان ما دیگه به ترکون 2 پلاس اومده بود، ما برای دیدن یه آموزش 10 دقیقه تو یوتیوب میشستیم تا لود بشه. دفتری داشتیم و خلاصه آموزش ها رو مینوشتیم. من برای نوشتن روش حل سرعتی که اگه یاد باشه این روش رو آوردم فارسیش کردم که حالا سفید راست و سفید بالا و اینها، یک سال طول کشید. یعنی روشی که شاید الان مثلا محمد رضا و مربیای تیمش توی 2-3 ترم به شما ها یاد میدن، من یک سال نوشتنش برام طول کشید. یک سال تولید سی دی های آموزش حل سرعتی طول کشید و من یک سال تلاش کردم تا این 4 تا دونه فرمول الگوریتم که شما الان یاد میگیرید یاد بگیرم. به خاطر ما صبورتر بودیم، یعنی عادت زندگیمون بود. خب اینا الان تو اینترنت میزنن، سرعت ها که ماشاءالله خیلی بالاتر شده، آموزش ها خیلی دم دستشون شده. به خاطر همین واقعا احساس میکنن که بدون تلاش خمره رنگرزیه دیگه، میکننش تو خمره در میارن، ولی واقعا اینجوری نیست، اصلا شدنی لازمه. نیست. ببین یکی از روبیک رو بلده، یکی از میخواد تو روبیک حرفه‌ای بشه، مثلا یکی که فوتبال بازی میکنه و یکی فوتبالیسته، فرقش اینجوریه. چقدر لازمه حداقل زمانی که باید براش گذاشت برای اینکه از یک علاقه‌مند به روبیک تبدیل بشین به یک روبیکر حرفه‌ای که حداقل کم کم زیر 20 ثانیه حل کنه؟ نمیگم زیر 10، زیر 20. ببین ما 3 تا کاتگوری داریم توی جامعه کیوبینگ دیگه. یک کاتگوریمون افراد علاقه‌مند هستن، ولی علاقه‌مند به حل روبیک و انواع روبیک، همینایی که پشت سر ما می‌بینید رو خیلی دوست داره حل کنه، 3% دوست داره حل کنه، 4 حل کنه، 2 حل کنه، هرم حل کنه، همینجوری شیفت بده. خب اینا کاتگوری هستن که زمان آموزش یادگیریشون یه سهولوش 2-3 روز برای ابتدایی ترین روبیک تا الا ماشاءالله چند سال میتونه طول بکشه، 100 تا روبیک میتونن یاد بگیرن و هیچ وقت بسته نمیشه. کاتگوری دوم افرادی هستن که علاقمند هستن به کلکسیون، یعنی اصلا صرفا برای حل روبیک تلاش نمیکنن، دنبال چیزای خاص و عجیب غریبن، که اینا کاتگوری دوم هستن. اینا هم براشون زمان نمیشه گذاشت بسته به حل اون روبیک داره. چطور روبیکا رو یاد نمیگیرن؟ دقیقاً مثلا بیشتر جمعش میکنن، یا اگر یاد میگیرن مثلا دوستان روبیکای خاص و خفن و عجیب غریب یاد بگیرن، خیلی کیوبیک اصلا حل نمیکنن. اینم 4-5 ساله با روبیک تایار ریشه مهیا شده شرایط. آره خدا رو شکر الان این چند سال هر چیزی که تو دنیا میاد به فاصله 2-3 هفته بعدش، یعنی ریلیز که میشه اصلا ایمیل از شرکت ها برای من میادش که این محصول 2 هفته دیگه ریلیز میشه، اگه ثبت سفارش دارین انجام بدین که با کل دنیا برای شما ارسال شه. خب شرکت های مطرح مثل گنز، مویو، کایوا، یوکسین، وایجه، اینا همشون الان محصولشون به ما میدن و در اختیار همه هستش و این برای من و حتی تو یه دوره مطمئنم برای محمد رضا هم آرزو بودش که یه 2 دردوی خوب داشته باشیم، یه 3 درسه خوب داشته باشیم، ولی خدا رو شکر که این اتفاق افتاد. با مجموعه روبیک تاتایار الان همه هر روبیکی شما فکرشو بکنید و اراده بکنید دستشون هستش. امیدوارم که از شر این گرونی دلار هم خلاص بشیم، یه ذره قیمت‌ها هم براشون متعادل تر شه. ولی کاتگوری سوم که مورد سوال تو بود افرادی هستن که اصلا میان برای حرفه‌ای شدن. چیزی که من احساس میکنم مینیمم زمان برای افرادی که به شدت وقت میذارن 3 ماه هستش تا وارد مرحله حرفه‌ای شدن بشن، یعنی شما قدم اولتون اوریج 20 ثانیتون شما 3 ماه، اونم با روزی 7-8 ساعت. 7-8 آفرین، همین رو میخواستم بگم. اونم برای کسی که اصلا قشنگ بسته برای خود پرونده رو، صبح بلند میشه آموزش میبینه با مربیش کار میکنه سالو میزنه، شب بلند میشه از پای روبیک، بله 3 ماه. این زمان رو شما نصف کنید، زمانتون میکنید 2-3 ساعت میشه 6 ماه. بکنید 1 ساعت میشه 1 سال.
شما اگه بخوای آدم حرفه‌ای بشی اوریج 20 بزنی با یکی دو ساعت تمرین یک سال زمان اگر بشه تفننیش هست 4 سال یعنی دقیقاً میگم بهترین مثال عددی بود که شما زدین چون خیلی سوال میشه که آی ما کی میایم زیر 20 ثانیه کی میایم زیر 30 ثانیه چیکار کنیم کاری نمیخواد تمرین جستجو هیچ موقع ساکن نباید وایستاد که حالا چون خیلی از مخاطبان آموزشی هم ساکن وایسی حله قرار نیست پیشرفت کنه سرچ کردن خودش تأثیر داره یه سوالم بپرسم این واقعا سوال جنسیتی نیست نمیدونم چجوری بگیمش علاقه دخترها به بخش سرعتی کمتره به انواع روبیک ها یاد گرفتنش بیشتره. آره و پسرها برعکسن علاقه شون به طرف سه درسته میگه بریم سرعتی ولی حوصله روبیک یاد گرفتن ندارن این حالا از نظر تجربه شما حالا مطالعه شما دلیل علمی داره یا نه این صرفا این به خاطر اینکه شاید به خاطر اینکه پسرها بیشتر میرن سراغ حرفه‌ای دخترها زیاد مایل نیستن یا دلش فکر نکردین فکر کنم شما ببین فکر کردم بهش ولی حقیقتا هیچ دلیل منطقی براش پیدا نکردم وقتی دختری رو میبینم که اسپید کیوبره انقدر هیجان زده میشم که اصلا دوست دارم هر جور شده بهش کمک کنم یعنی نمیدونم چجوری بگم دختره اسپید کیوبر انقدر کمن مخصوصا تو جامعه ایران که من هیجان زده میشم وقتی یه دختر 8-9 میزنه کیف میکنم مثلا بعد اولین دختری که تونست مقام بیاره پارسال بود خانم فاطمه وثوقی تو روی که هرمی مقام آورد الان چند زد؟ هرمی فکر کنم اول 4 زد حالا مسابقه قبلی خیلی خوبه خیلی یا مثلا خوب. لنا دیوبند بلایند 3 دقیقه زدش لنا دیوبند و من میشناسمش فکر میکنم که حتی تو روبی که 3 درسته هم 10-11 اینا میزن اگه اشتباه نکنم الان دیگه تمرین نمیکنه تا امیدوارم تمرین کنه و الان رکورد بانوان ایران چون در جنگ نیستیم میگم الان شده 9.83 خانوم ریحانا تغییرپور و دو سه تا زیر 10 داره باریکالله مسابقه قبلیشون هم دیگه دم فینال نرفتن دیگه باریکالله خیلی خوبه من واقعا اولین فینالیست خانوارم همین فکر کنم همین مسابقه رو تو 3 درصد من فکر نمی‌کنم هیچ فرقی وجود داشته باشه اصلا شخصا که به این تعبیر قائل نیستم در هیچ نقطه ای از زندگی دقیقا. در این کیوبینگ هم که از اول قائل نبودم ولی من فکر میکنم که حالا یه ذره مخصوصا توی ایران به واسطه این که خانوما رو محصورتر میکنن همیشه خانوما خودشون هی میگن درگیر یه سری مسائل نشین یعنی ورود پیدا نمیکنن به یه سری چیزا ولی واقعا اینجوری نیستش نه از نظر هوشی نه از نظر فیزیکی نه از نظر هیچی تفاوتی نداره ما توی وان ها توی سه درس مثلا جولیت سباستیان داریم سینگل 4 داره اوریج 5 داره یا مثلا رکورددار یک دست دنیا بود یه مدت بله دقیقا خیلی خانمای خفن زیاد داریم زیر 5 میزنن یعنی منظورم این هستش که در رده های جهانی این موضوع دیده شده اینجوری نیستش که این موضوع دیده نشده باشه ولی توی ایران یه مقدار کمرنگ تر بوده که واقعا امیدوارم بیشتر بشه آیا مثلا جو مزایای یادگیری روبی خب یه سریش رو سرچ میکنین یه سری مزایا رو میاره من مزایای تجربیش رو روی خودتون، شاگرداتون و اطرافیانتون میخوام بپرسم که ملموس‌تر خب خیلی میگن که اوکی مثلا شطرنج هم میگن این مزایا ولی ما ندیدیم. چیزی که توی 13-14 سال از روبیک مزایاش رو دیدین رو اگه ممکنه چند تا جمله. ببین بخوام کلیشه‌ای بگم به صورت قطعی بهتون میگم افزایش اعتماد به نفس داره. دیگه تو شاگردات قطعا اینو دیدی که چقدر آره ماها خودمون شاید مخصوصا حالا من یه ذره سنم بیشتر بود وقتی شروع کردم این ضعف رو خیلی احساس نمی‌کردم ولی هنرجوها رو که می‌دیدم مثلا می‌خواست چیزی بگه باباش زنگ می‌زد بعد اون به باباش میگفت باباش به من میگفتش ولی همون آدم 3-4 سال بعدش اومد شد مدرس آموزشگاه ما خب تدریس یه چیزیه که سخنوری می‌خواد اعتماد به نفس می‌خواد یه حال دیگه ای میخواد رکورددار بودن نمیخواد نه اصلا مدرس نمیخواد رکورددارهایی داریم که مدرس نیستن دقیقاً تیچینگ باید بلد باشن در اصطلاح هم بهش میگن روش تدریس شما باید بلد باشید صرف اینکه شما رکورددار باشید نمیشه و صرف اینکه مدرس باشید نباید رکورددار باشید مدرس رکورددار پرورش میده حتی مدرسای مبتدی خوب داریم ما الان آموزش خودمون 2-3 دقیقه حل میکنه ولی انقدر خوب و با حوصله تدریس میکنن شاید شاگرداشو مثلا 30 ثانیه 40 ثانیه با همون روش بیگینر متد حل بکنه ولی خودش 3 دقیقه حل میکنه این تفکر غلطیه که جا افتاده که آقا مربی خوش باید 5 بزنه اصلا نیازی نیستش مربی باید خوب به شما مطلب رو انتقال بده شما برای 5 زدن نیاز داری چند روش بلد باشی برای این روش ها نیاز داری
چند صد الگوریتم حفظ بشی، خوش بشی بیشتر. خب اون مربی فقط نرفته اون الگوریتم رو حفظ کنه، ولی بلده به تو بگه کدوم الگوریتم چجوری حفظش کنی، چجوری اجراش بکنی، و این خیلی خیلی مهمه. تا اینکه بخواید شما زیر دست یه رکورددار پرورش پیدا کنید که نتونه به شما بگه اینو چجوری بزنی، انگشتاتو چجوری بزنی. خیلی چیز متفاوتی هستش. مزایای اصلی یادگیری روبیک: افزایش هوش، افزایش اعتماد به نفس، افزایش قدرت تصمیمی در لحظه، قدرت حافظه. و اینکه من این موضوع رو با یک دکتر روانشناس یک موضوع علمیش کردیم و تحقیق کردیم روی یک جامعه، و متوجه شدیم که در یک بازه زمانی 6 ماهه به شدت رو درسشون تاثیر گذاشته بود. کسی که ریاضی 11 بود شد ریاضی 19، کسی که توی تعلیمات دینی، حالا زمان ما تعلیمات دینی بود، اون زمان نمیدونم الان اسمش چیه، یه درس حفظی بود، ما اینو اومدیم به عنوان یک درس حفظی گذاشتیم روی آزمایش، و متوجه شدیم که اونی که حفظیاتش قوی نبود بعد از اینکه مکبر رو 6 ماه کار کرد به شدت حفظیاتش قوی شد، و خیلی برای من جالب بود. این موضوع رو من بهتون تضمین میدم که روی ابعاد مختلف زندگیتون تأثیر داره. واقعا توانایی قدرت حل مسئله 100% 100% بلند مدت تأثیر مستقیم داره. یکی از چیزایی که خودم دیدم، خیلی دیدم از شاگردام، افزایش تمرکز، به خصوص برای کسایی که عمل تمرکز دارن. آفرین. آره دقیقاً. صبر ندارن. یه چیزی که الان ما مشکل شدیم صبره، اینکه توی روبیک مجبورن تمرکز بکنن. حالا خیلی از اولیا میبینن این ویدیو رو، توی روبیک مجبور به تمرکزن، مجبور به دقتن، برای همین خیلی تاثیر. بعد من اسمشو گذاشته بودم یک اجبار خوشایند به فکر کردن. آفر. یعنی شما وقتی با روبیک کار میکنید دقیقا نمیایید خودتون رو مجبور کنید فکر کنید، بدون اینکه متوجه باشید سیناپس‌های مغزتون دارن راه‌های جدید برای ارتباط بین هم پیدا می‌کنن و مدارهای ذهنیتون پیچیده‌تر میشه و عملاً داره دستور می‌ده تمرکز کن. تمرکز کن، و هر چقدر بیشتر این کار رو انجام میدید بیشتر به تمرکز کردن شما عادت می‌کنید، و این خیلی جذابه. تا برید مثلا به واسطه یه افزایش تمرکز برید یه کلاس تمرکز شرکت کنید. آره، افزایش مثلا افزایش قدرت حافظه برید، چه مستقیم برید اون کورس رو شرکت بکنید، تاثیرش کمتره. تا بیاید روبیک بازی کنید همه اون کورس ها رو شما میتونید راحت سپری بکنید. یه چیزی که دوتا سوال متفاوته، تالا شده از حل کردن مکعب روبیک که شاید چندین میلیون بار حل کرده باشین خسته شده باشین؟ الان یادته این رو میز بود اومدید استارت آره. کردی جملت شو ول کن بخوا ضبط کنی بریم کار خب یه دقیقه از روبیک حل کردن دست بردار بریم ضبط کنی و نه هیچ وقت اصلا. ببین اصلا انقدر جذاب، هنوز انقدر برام جذابه، مکعب به هم ریخته میبینم اصلا اینجوری میشم مثلا دست بردار حل چرا باید حل نشده اونجا. آره، و حالا مثلا 4x4 ببینی همینه ها، هرم ببین همینه. خیلی وقتا من مثلا با یکی دارم صحبت میکنم همونجوری آروم و ریز برمیدارم شروع میکنم دیگه، میگه آره داشتی میگفتی، خب بالاخره اینم هستش دیگه، و شروع میکنم همینجوری حل کردم. بهش توجه نمیکنیم دقیقاً، و فکر میکنه که مثلا چیز شده، توهین بهش شده. بچه‌ها یکی از چیزایی که مکعب روبیک خیلی برای شما میتونه مفید باشه این هستش که شما مثلا همین کاری که من دارم میکنم، یکی از تمرینای من بودش که آقا بیاین وقتی دارید روبیک حل میکنید حرف بزنید، و به شدت اولش که خیلی مشکله، یعنی یا جملتون قاطی میشه یا روبیکو یا اینو اشتباه میزنی. این تمرین رو انجام بدید ببینید چقدر روی افزایش تمرکزتون تاثیر داره، که به شدت سریع روبیک حل میکنید، تمرکز رو حرف زدنتون هستش، برید جلوتر میتونید حتی کارهای دیگه هم بکنید. یعنی یکی از کارهایی که من انجام میدادم، من یه دست روبیک رو حل میکردم، بعد می اومدم حرف می زدم، بعد با دست راستم یه کار دیگه سعی می کردم انجام بدم. یعنی این واقعا تمرین بود برای من اون زمان. یا حالا اولیایی که دوستان بچه‌شون تمرکزشون بیشتر وقتی روبیک رو یاد میگیرن، صرفا نگه خب اوکی بچه داره حل میکنه باشه، مثلا صحبت بکنین. اگر شما میخواین از این روبیک به مزایا برسه، به دقت و تمرکزی که هدف نهایی هر کار فکریه برسه، صحبت کنین باهاش. حتی میتونین در روزمرگی سوال سخت مثلا 3 ضرب در 5 ضرب در کوتانژانس، نه چطور بود امروز فلان، مثلا از دوستا این صحبت کردنه تمرکزش خیلی بالا میبره، خیلی زیاد میکنه این قضیه رو، به شدت هم اعتماد به نفسش رو زیاد میکنه. چون ببینید ما هر چقدر توان، یعنی انسان کمالگراست دیگه، هر چقدر شما توانمندتر میشید احساس بهتری پیدا میکنه، احساستون که بهتر میشه عملا
حس افزایش اعتماد به نفس دارید. یعنی وقتی که میبینید توانمند هستید، مطمئن میشید که میتونید کارهای دیگر رو انجام بدید. بعد که وارد ابعاد مختلف زندگی میشید که اصلا ربطی به روبیک نداره، میبینید که چه تاثیر عجیبی رو خودتون گذاشته. اونم تو زمان کوتاه، قرار نیست 10 سال این کارو بکنی. شما تو زمان کوتاه 1 سال که با روبیک باشید، قشنگ تاثیراشو حس میکنید. خب باید اصلا مرسی. هنوز خیلی سوال داریم بچه‌ها، خیلی سوالای چالشی، یه سری آیتم‌های چالشی جذاب داریم. فکر کنم اونا رو توی قسمت دیگه بذاریم بهتره. فکر کنم همین الان کپ این کم 1 ساعت ویدیو شده. با اینکه انقدر خاطره جذاب گذشته، نفهمیدیم 1 ساعت گذشته. این قسمت اولا اینجا به پایان میرسونیمش. احتمالاً 4-5 روز دیگه قسمت دوم ریلیز میشه، میتونید کانال یوتیوب بنده ببینین. این قسمت رو کافه داخل یوتیوب سرچ کنید مهرز کریمی، کانال یوتیوب هم میاد. کانال یوتیوب آقای مستجو رو میتونید دنبال بکنید، داخل یوتیوب با سرچ کنید آقای مستجو براتون میاد. اگه میخواین روبیک بخرین، حالا هر چیزی آموزشی ببینین، کانالشون میذارم با کیفیت خیلی خوب و بالا. زیادم ویدیو میذارم، حتی زر از منم بعضی موقع بیشتر. نه تو هم ماشاءالله یه روز در میون تو ویدیو. من یه روز در میون ممکنه ناهار نخورم ولی ویدیو میذارم. تو قسمت بعدی همراهمون باشین. تو قسمت بعدی قرار خیلی اتفاق جذاب‌تری هم بیفته. یادتون باشه، ببینید من خب خیلی هنرجو زیاد داشتم و توی ادوار مختلفی که روبیک درس دادم با آدمای خیلی مختلفی هم روبرو بودم. ببینید یه مثال واضح اگر بخوام بزنم به آدم پیگیر، همین محمد رضا رو مثال میزنم. ببین یوتیوب، الان مثال یوتیوب بزنم، یوتیوبش خب مانیتایز شده، سابسکرایب شده، تو رنگ خیلی بالایی قرار داره، تو جامعه روبیکی آپاراتش هستش، مؤسسه‌شو داره، آموزشگاهشو داره، هنرجوشو داره، کارمندشو داره. پیگیر باشید. الان بحث روبیک هستش ولی نصف مخاطبای این ویدیو خیلی روبیکی نیستن. اینجوری پیگیر باشید. من نمیتونم بگم من خیلی آدم پیگیریم، میخوام مثال بزنم. اینجوری باید پیگیری بکنید که به یک نتیجه دلخواه برای خودتون برسید، حالا تو روبیک هستش یا هر جایی از زندگیتون. پیگیر باشید، حتما موفق میشید. مرسی که همراه بودین. انشاءالله تو قسمت دوم قسمت جذابتر باز با آقای مستجو هستیم. فعلا خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. سلامت بشین. سلامت بشین.